روزی نیست که خبر احکام ناعادلانه و ضد بشری از دالور حکمه اسلامی صادر بشه و فعالین حقوق بشر و حقوق شهروندی رو به زندان‌های طویل المدت محکوم نکنه. 11 سال برای خانم نسرین ستوده و 4 سال برای خانم شیبا نظرآهاری در زندان برای اینها بریدند و جوانانی مانند حبیب لطفی و حبیب گلپریپور رو صرفاً به جرم انسانیت و دفاع از حقوق زنان و کودکان به اعدام محکوم کردند. به هر حال مبارزه برای جان این اسرای دربند و عقب راندن توحش اسلامی تلاشی بی وقفه رو می طلبه. در همین قسمت از برنامه گفتگویی دارم با دو تن از فعالین عرصه زنان، از فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران، ثریا محمدی و دیبا علی خانی. این دو عزیز از کمپینی رو که برای نجات جان حبیب گلپریپور ترتیب داده شده و همچنین جوانان و دیگر زندانیان سیاسی از زیر تیغ احکام اسلامی سازمان دادند که فکر میکنم روی خط هستند. دیبا علی خانی و ثریا محمدی خط بست شده. بله، با سلام و خوش آمدگویی به شما عزیزان دیبا علی خانی و ثریا محمدی. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان تلویزیون رهایی زن و متشکرم از این فرصتی که برای من فراهم میشه. عرض ادب و خسته نباشید دارم برای دوستان عزیزمون و سپاسگزارم از این که این فرصت خوب رو برای من مهیا کردین که سر موضوع اصلی که بحث اصلی و اساس حرکت ما هست برای نجات جامعه از تنگنای کلان در اون هست فرصت به من دادین که بتونم در این باره صحبت بکنم. خیلی متشکرم. دیبا علی خانی، اجازه بدید که از شما شروع بکنم. شما تا به اکنون به عنوان یکی از سازمان دهندگان کمپین دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در دفاع حقوق زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای رو سازمان دادید. لطف کنید خلاصه وار اشاره‌ای بکنید به فعالیت این کمپین ها و راستای نحوه کار و اونچه که این انجمن در دفاع از زندانیان سیاسی تا به حال انجام داده و کمپینی رو که در حال حاضر در یک از سازمان دهندگان خود شما هستید بهش میپردازیم. لطف کنید در بخش اول به خود مسئله انجمن و شما به عنوان یک سازمانده یک توضیحاتی رو بدید. اجازه بدید مختصری در راستای فعالیت هایی که انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران در سالهای اخیر انجام داده. انجمن همونطوری که از نامش پیداست دفاع از حقوق بشر رو سر راست کارهای خودش قرار داده و هیچ عرصه ای از فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از آزادی در جامعه ایران نیست که انجمن نادیده انگاشته باشه و فراموشش کرده باشه. به عنوان مثال کمپین‌های مختلفی که در این عرصه ها داشتیم ازش نام میبرم: کمپین دفاع از فعالین کارگری که در طول سالیان متوالی داشتیم و هنوزم ادامه داره، مثل دفاع از محمود صالحی فعال کارگری اوسانلو، کارگران خاتون آباد و کارگرانی که به جرم فقط دفاع از ابتدایی ترین حقوقشون در جامعه ایران به بند کشیده شدن و محکوم به زندان شدن. کمپین دفاع از فعالین حقوق زن که در سالهای اخیر تحت فشار بودن. کمپین دفاع از حقوق زن رو همونطور که میدونید وضعیت زن وضعیت بسیار اسفباری در جامعه ایران
ما کمپین مختلف داشتیم علیه قتل‌های ناموسی، افشای ترور زنان تحت لوای ناموس در داخل ایران، به عنوان مثال محکوم کردن قتل رویا دهستانی، ترور رویا دهستانی، دلبر خسروی، فریده عبدالحکیمی، قتل‌های ناموسی که در شهر مریوان صورت گرفته و با تجمع فعالین انجمن و فعالین حقوق زن در این شهر را تونستیم این جنایت هولناک رو، جنایت سازماندهی شده رو تحت این ترور سیاه رو پیش روی جامعه بذاریم و محکومش بکنیم. کمپین دفاع از حقوق کودکان تونسته جون بچه‌های مثل ژیلا و بختیار ایزدی رو در سالهای اخیر نجات بده، دفاع از رضا علی نژاد و محکوم کردن اعدام بچه‌های زیر 18 سال، کمپین دفاع از مصلح زمانی که علی‌رغم اعدام شدنش متاسفانه ولی در شهر سنندج تجمعی شد و مردم حمایت کردن از بنوان فعالین انجمن، حمایت کردن از این کمپین و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی که در سالهای اخیر داشتیم و فعالیت برای آزادیشون ادامه داشته، نظیر احمد باطبی، برهان دیوانگر، فرهاد حاجی میرزایی، بختیار هیوا بوتیمان و و خیلی افرادی که الان حضور ذهن ندارم و عرصه دانشجویی رو هم فراموش نکرده، کمپین دفاع از دانشجویان آزادی خواه و برای طلب در سالهای اخیر در ایران که پرچم سرخ برابری زن و مرد رو در دانشگاه های ایران برای اولین بار بعد از سالها اختناق بلند کردن رو نباید نادیده گرفته بشه، چه در داخل از ایران و چه در خارج از ایران. یک هفته تجمعی که جلوی امنستی دفتر بین الملل، عفو بین الملل انترنشنال در لندن صورت گرفت. کمپین علیه اعدام و کشتار شهروندان به طور عموم، نظیر شوانه قادری در شهرهای کردستان که منجر به اعتصاب همگیر و تعطیل شدن بازار و کوچه و خیابون در شهرهای سنندج در سال 85 بسیار مهم بود، باید بهش اشاره بکنم. کمپین دفاع از جان فرزاد کمانگر علی رغم اعدام شدنش ولی منجر به اعتصاب و به تعطیل کشوندن همه شهرهای کردستان که میتونه مثل یک مثال خوب برای همه جامعه ایران، مثل یک مثال به یاد ماندنی از همت جمعی مردم که تونستن محکوم بکنن این عمل شنی رو، این جنایت هولناک رو، از طریق فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران، کمیته که تشکیل شد، کمیته اعتصاب و اعتراض از سازمان دهندگان اصلی این تعطیل کشوندن شهرهای کردستان به عنوان اعتراض به این عمل شنیع بود. و در ادامه همین کمپین ها ما کمپین دفاع از حبیب لطفی رو داشتیم که منجر به تجمع و حمایت و ساپورت مردم در شهرهای کردستان و مخصوصا جلوی زندان مرکزی شهر سنندج شد و تونست اعدامش رو به تعویق بیاندازه، هرچند و هنوز به طور حکم اعدام هنوز پیش روی میز هست و این خطر اعدام این فعال سیاسی وجود داره و ادامه داره. کمپین دفاع از حبیب گلپریپور، فعال سیاسی که جرمش فقط دفاع از آرمان و عقیدشه در جامعه که نفس کشیدن هم حتی گناهه، هنوز ادامه داره و علی رغم از دست دادن بسیاری از انسانهای آزادی خواه و برابری طلب در جامعه ایران که جانشون فقط آزادی خواهی بوده، اعدامشون در سالهای اخیر، اسامی که برده شد و بسیاری اسامی که الان حضور ذهن ندارم ولی تا لحظه آخر که جونشون رو از دست دادن در زندانهای ایران، از آزادی، از حقوق برابر زن و مرد، از حقوق کارگر دفاع کردن، نظیر فرزاد کمانگر، هیوا محمدی که حتی در زندان هم روز 8 مارس رو جشن گرفت، روز کارگر رو جشن گرفت. اینا خلاصه ای بود از کمپینایی که ما در سالهای اخیر انجام دادیم و هنوز ادامه داره تا روزی که حقوق
انسان حقوق شهروندیش در جامعه ایران به رسمیت شناخته میشه، دست انسانهای مدافع حقوق بشر رو میبوسه برای حمایت از ما، حمایت از کارهای ما و پیوستن به این همت جمعی و کار گروهی که هدفش بازگرداندن حقوق ابتدایی انسانها بهشونه، هدفشون فراهم کردن و وجود آوردن دنیای بهتر و متمدن هستش ادامه داره. بله خانی، اجازه بدید که سریا محمدی رو فکر میکنم کماکان روی خط داریم. سریا محمدی صدای ما رو دارید شما؟ بله، روی سوالم رو شروع بکنم. سریا محمدی، شما هم به عنوان یکی از فعالین عرصه زنان و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران هستید و فعالیت های این کمپین رو درش دخیل بودید. از فعالیت های تاکنونی کمپین و خصوصا کمپینی که در رابطه با نجات جان حبیب گلپری پور و حبیب لطفی در جریان هست و دیگر زندانیان سیاسی، نظر شما رو در این رابطه دوست دارم بشنویم. بله، با توجه به اینکه دوستامون بحث رو به صورت کامل ارائه دادن، نکته‌ای که میخوام تأکیدم به اون اشاره بکنم این که ما تجارب زیادی رو در این زمینه داریم و کماف سابق همونطور که در کمپین های قبلی اقدام شد، بسیج نیروهای عمومی هست، اطلاع رسانی به عموم مردم، اقشار مختلف در شهرهای مختلف، حالا خصوصا با توجه به اینکه خاصگاه این مسئله بیشتر کردستان هست، عملکرد وسیع کمپین در عرصه کردستان هست، اطلاع رسانی به همه حتی کوچه به کوچه و محلات شهر در اختیار قرار دادن این اطلاعات برای خانواده ها و آگاه کردن اونها از وضعیت اسفباری که در جامعه ایران هست، با توجه به اینکه حقوق بشر به صورت کاملا آشکار و بارز داره نقض میشه، هر روز به هر بهونه ممکن از طرف حکومت شهروندان در معرض خطر مرگ و ترور و قتل ناجوانمردان هستن، این اقدامات صورت میگیره و خوشبختانه اگرچه البته متاسفانه از این که حکومتی که در ایران اختیار زندگی مردم را در دست داره هیچ بویی از انسانیت و رعایت حقوق انسانی اونها نداره، ولی اون چیزی که جای خوشحالی اینه که استقبال مردم بسیار خوشحال کننده است. این نشون میده که انسجام و خلد جمعی در جامعه ما میتونه حرف اول رو بزنه، میتونه تصمیمای غیر انسانی دولت رو به تعویق بندازه و حتی مانع اون بشه. اگرچه در مواردی تقریبا ناموفق بود، اونم به دلیل اینکه دولت ما دولتیه که کاملا غیر انسانیه، نه اینکه عمل کرده سوال باشه، اما ما همچنان تلاش خودمون رو میکنیم و از تمام مردم صرف نظر از هر نوع گرایش فکری که داشته باشن میخوایم که با ما همراه باشن. ما به همراهی اونها نیاز داریم. از چه راههایی؟ چجوری مردم بپیوندن؟ چجوری به این کمپین از طریق تماس های تلفنی هست، تجمع هایی که میتونن داشته باشن، چون این تجمع ها علاوه بر این که میتونه به صورت خودجوش باشه، اما رهبریت سازماندهی اون از طرف انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی انجام میشه، اعتصابات مختلفی که تا الان هم صورت گرفته و جای بسیار خوشحالیه به این که مردم ما هنوز بیدارن، هنوز میتونن فکر بکنن و هنوز میتونن با همراهیشون اون چیزی رو که نمیخوان پس بزنن. ما همچنان امیدوار هستیم که این پس بدن ها اونقدر محکم باشه که دست هر ظالم و جنایتکاری رو از وسایه های سیاهش از زندگی مردم ما برداره و اونها رو به اون چیزی که حق مسلم خودشون هست، به عنوان یک شهروند در قرن 21 در جامعه ای که میتونن بسیاری از امکاناتی رو که باید و حق اونهاست داشته باشن بهشون دست پیدا بکنن.